بانک جهانی گزارشی درباره آمار خط فقر در ایران را در سکوت خبری منتشر کرده که از وضعیت فقر در ایران خبر می‌دهد. طبق گزارش بانک جهانی تقریباً 10 میلیون ایرانی در فقر فرو رفتند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. فقر قصه خطرناکی است که سلامت، امنیت و حیات افراد را با چالش روبرو می‌کند. جمعیت فقرا در ایران از سال 1397 با اعمال تحریم‌ها افزایش یافته، زیرا از یک سو اقتصاد در ایران کوچک شده و از سوی دیگر تورم در این کشور افزایش یافته است. در این ارتباط علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری، در اردیبهشت ماه هشدار داد و گفت 19 میلیون و 700 هزار ایرانی و 2020 محله از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. همچنین به گفته معین الدین سعیدی، نماینده مجلس ایران، حدود یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. در همین حال محسن پیرهادی، دیگر نماینده مجلس ایران، در مرداد امسال گفت 28 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. همچنین حسین علی شهریاری، نماینده دیگر مجلس ایران، نیز آذر ماه امسال گفت سفره مردم کوچک نشده بلکه خالی شده است. این هشدارها حاکی از آن است که اقتصاد کوچک شده و درآمدها کفاف تورم بالای 40% را نمی‌دهد. بلومبرگ در گزارشی نوشت گزارش بانک جهانی اولین ارزیابی رسمی این نهاد از فقر در کشور 85 میلیون نفری ایران بعد از سال 1979 است. بر اساس این گزارش نابرابری و فقر در یک دهه منتهی به سال 2020 افزایش یافته است. سیاست‌های ایالات متحده هم به این وضعیت دامن زده و زنان بیشترین تأثیر را از تحریم‌ها و همه‌گیری کووید 19 متحمل شدند. بر اساس این گزارش در دهه‌های منتهی به سال 2011 در دوران باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، ایران شاهد کاهش فقر بود، به طوری که ایرانیانی که به زیر خط فقر جهانی سقوط کرده بودند از 40% جمعیت در سال 1980 به حدود 20% در اوایل دهه 2000 رسیده بودند. اما از سال 2011 تحریم هایی که توسط ایالات متحده و سایر کشورها اعمال شد بار دیگر تأثیر مخربی بر رشد اقتصادی و رفاه ایرانیان گذاشت. در نهایت اقتصاد ایران از یک دهه رشد اقتصادی از دست رفته رنج برده است. در این گزارش آمده که مشکلات اقتصادی در ایران یکی از عوامل ناآرامی های سراسر در سال گذشته بود که با مرگ مهسا امینی جرقه زد. در بخشی از گزارش آمده که ایران تنها کشوری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که داده های بررسی بودجه خانوار با کیفیت بالا را به صورت سالانه جمع‌آوری می کند و آنها را در دسترس عموم قرار می دهد. این داده ها به تشخیص روندها، عوامل تعیین کننده و محرک های فقر در ایران در سطوح ملی و خانگی کمک کرده است. بانک جهانی نوشت ایران طی دهه گذشته هر سال به طور میانگین 0.6% کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. مدیریت بهتر درآمدهای نفتی ناپایدار و تلاش‌های مستمر برای تنوع بخشیدن به آن ممکن است به کاهش تأثیر اقتصادی این نوسانات در آینده کمک کند. بانک جهانی تأکید کرده 10 میلیون نفر از جمعیت ایران در فقر کامل فرو رفتند و نابرابری‌های اجتماعی زیاد شده است. 40% مردم ایران در معرض فقر هستند. فقدان رشد اقتصادی تمام ماجرا نیست. در طول دوره کوتاه توسعه اقتصادی در ایران نرخ فقر به سختی پایین آمده است. منافع رشد نصیب خانوارهای پنج دهک بالا مصرف شده و در حالی که خانواده های پنج دهک پایین عقب ماندند. همچنین شواهدی مبنی بر نابرابری های ساختاری مداوم بین ساکنان روستایی و شهری، مردان و زنان و افراد دارای تحصیلات و فاقل تحصیلات متوسط وجود دارد.
بانک جهانی همچنین نوشته است که دو گزارش دیگر در اوایل سال 2024 منتشر خواهد شد. یکی در مورد تأثیر متفاوت اعمال مجدد تحریم‌ها و کرونا بر رفاه خانوارها در ایران و دوم در مورد پیامدهای رفاهی خشکسالی و کمبود آب. علی اکبری، اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی که از تهران ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر جناب مقدم. 10 میلیون نفر در فقر کامل، ادعایی که در گزارش بانک جهانی آمده، به چه معناست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. این که فرمودید بانک جهانی آمارش خیلی منتشر نشده، اتفاقا این روزا در ایران این آمار منتشر شده و محل بحث قرار گرفته. این آمار به نظر من اون چیزی که ما داریم میبینیم و اقتصاددان ها واقفن و اعلام کردن، به نظر من آمار بانک جهانی اگر از منابع رسمی ایران هم گرفته شده باشه، آمار قدیمی است، بیروز آوری شده نیست. چرا که الان اولیای امور، متولیان، مسئولین مملکتی خودشون اذعان دارن که ما به شما عرض کنم که 3 دهه که جامعه رفتن زیر خط فقر، یعنی همین عبارتی که شما فرمودین، فقر مطلق. اگر ما این 3 دهک رو که خود اینها اعتراف دارن میکنن و این روزها دارن برنامه‌ریزی میکنن که از طریق یارانه‌های متفاوتی که گذاشتن اینها رو تأمین کنن، این عددش میشود یه چیزی هولوش 25 میلیون نفر و به عبارتی همون ارقامی میشه که اون دوتا نماینده مجلسی که شما اشاره کردید صحبتشون اعلام کردن. خب این وضعیت خوشایندی نیست، یعنی این که ما در جامعه‌ای که این همه منابع و امکانات داره برای که به سمت یک جامعه برخوردار بره و مردم این دچار مشکلات اقتصادی نباشند، طبیعتاً باید جای تأسف داره واقعا که ما مواجهیم با یه چنین وضعیتی. و من حسم اینه، یعنی اون برداشت خود من اینه که در این سالهای اخیر به خصوص ما فقر مطلقی رو که الان شاهد هستیم، این فقر مطلق ریشه در یک فقر مطلقی داره که در دانش مدیران ما مستولی شده و به شما عرض کنم که ما شاهدش هستیم. مدیرانی که فاقد دانش اقتصادی هستن، فاقد دانش حکومتداری هستن و متاسفانه هر روز منابع مملکت صرف اموری میشه که به دلیل تأمین اون حداقل ها و به دلیل نگاه سطحی که دارند صرف مسائلی میشه که اینها زود بازده هستن و به سمت زیرساخت ها و توسعه زیرساخت ها نمیره و ما مواجهیم با مشکلات اقتصادی، بخصوص که عرض کردم هرچی داریم جلوتر میریم به واسطه اون چیزی که ما داریم میبینیم از سطح حاکمیت باید شاهد افزایش رو هم متاسفانه باشه. بله، در صورت تداوم این وضعیت چه آینده‌ای برای اقشار مختلف مردم و اقتصاد ایران میتوان پیش بینی نمود؟ ببینید، حالا چون شبکه شما هم بالاخره منتسب به امام حسین و بحث یک وجوه دینی هم درش هست، ما به نقل از پیامبر اکرم داریم که کاد الفقر ان یکون کفر رو کاد الفقر ان یکون کفر رو و حضرت علی علیه السلام میفرمایند که الفقر و موت الاکبر. خب طبیعی است اگر که ما اعتقاد داشتیم باشیم بین چنین چیزی و بپذیریم چنین برداشتی رو که پیامبر فرمودند، نتیجه خیلی خیلی واضحه این موضوع رویگردانی مردم از حکومت دینی است، حکومتی که برخلاف اون چیزی که انتظار میره و وعده هایی که داده شده و شعارهایی که داده میشود، همکنون نتیجهش در جامعه چیزی که ملاحظه میشه خلافه. عرض کردم شاید این چیزی که الان شما میفرمایید و انعکاسش هم ما در جامعه داریم میبینیم، اولین بازخورد و اولین انعکاس این مطلب که ما باید شاهدش باشیم، رویگردانی مردم از یک حکومتی است که حکومت دینی، حالا این حکومت دینی فعلا همون چیزی است که ما در جمهوری اسلامی میبینیم، مدعیان ممکنه حکومت‌های دینی موفقی هم باشن که داریم قطعا، اما خروجی این حکومت دینی در جمهوری اسلامی متاسفانه
باعث رویگردانی مردم از حکومت شده. عواقب دیگری هم قطعا داره. این توسعه فقر به شما عرض کنم باعث افزایش ناهنجاری های اجتماعی میشه، کمایی که الان هم هستیم. این ناهنجاری ها رو اگر آسیب شناسانی که دانشش رو دارن بررسی کنن، بخش عمده ایش برمیگرده به فقری که ما در جامعه مشاهده میکنیم و مسببش هم عرض کردم حکومت مدارانی هستن، حکومت دارانی هستن که فاقد دانش مدیریتی هستن و متاسفانه متولی امور شدن. ممنونم از شما جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران.